ما از شما یه سوال ساده پرسیدیم، از رأیی که دادید، حالا چه به اصلاح طلب، چه به اصولگرا، چه به اعتدالگرا، یا هر کی، حتی اگه یک بار رأی دادین، آیا راضی هستید یا فکر میکنید جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره؟ چرا این سوال پرسیدیم؟ برای اینکه مردم مدت هاست که دارن میگن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، ولی آقای ابتهی رفته پیش سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و میگه اصلا هم ماجرا تموم نیست و تنها روزنه امید اصلاح طلبان هستند. برای همین ما از شما جوانهایی که رأی دادید و پشیمون هستید میخوایم دلایلتون رو بگید و برام بفرستید تا شاید به گوش آقایونی که پنبه تو گوششون کردن برسه. یه دلیل ساده رو من بهتون نشون میدم، البته من نه، یه نفر از داخل ایران، از داخل ایران فیلم گرفته. ببینید واقعا اگر اصلاح قرار بود گام به گام باشه، دیگه چرا اینقدر گام به گام بر همه دم بر گل رخسار محمد صلوات. مسیح جان، امروز جمعه 16 آذر ماه هست. آقای سالار عقیلی رو آورده توی برنامه شبی با اکبر عبدی، بعد این موسیقی رو دارن زنده اجرا میکنن، خانمشون دارن پیانو میزنن. ولی متاسفانه نشون نمیدن خانم ایشونو توی تلویزیون ایران. چقدر ما بدبختیم که آلتهای موسیقی رو نشون نمیدن و اون خانم داره اون پشت معلوم نیست کجا داره میزنه. تو این 40 سال همین یه قلم رو حل نکردن که اینجوری موجب ننگ و خنده و مزحکه عالم و آدم نشه. چند تا رئیس جمهور دیگه از صندوق انتخابات بکشین بیرون، اصلاحات گام به گام، یه گام برمیداره یه پیانو ناقابل به ملت نشون میده. حالا پیانو نه، ستار، تار، شما یه سازو نتونستی بیاری تو تلویزیون، چطوری میخوای صدای آواز یک زن، موی زن، رقص زن، اصلا یه زن واقعی رو بیاری توی تلویزیونی که اسمش از رسانه ملی؟ هر سالم با وعده های جدید ما رو انداختیم وسط. اینو من از راه دور نمیگم، این دانشجوی شجاع در دل ایران. با پیرمرد و پیرزن صحبت میکنی هیچ امیدی نداره، با جوان صحبت میکنی هیچ امیدی نداره، و اون جوری که همیشه به ما فهموندند که حرف آخر رو یه نفر میزنه، به نظر من تمام مسئولیت این قضیه زیر گردن یک نفر، زیر نظر یک نفره و یک نفر باید جوابگو باشه. همون نفری که 40 سال پیش تو مجلس خبرگان خیلی راحت وایساد و خندید و گفت باید گریست به حال مردمی که میخواد من رهبرشون بشم. واقعا داریم میگریم و واقعا داریم هر روز اون فیلمو نگاه میکنیم. کولاک کردن این هفته دانشجوها، یعنی تمام تریبونای آزاد رو فتح کردن، فیلمای زیاد دستمون رسیده، همه رو شاید نتونیم منتشر بکنیم، ولی مطمئنم هیچ فعال سیاسی و مدنی شناخته شده ای نیست که به این شجاعت نظام سرکوب و سانسور رو رو به دوربین به چالش بکشه. خواستم بگم زمانی که قانون حجاب تصویب شد، شما برید ببینید چند تا دختر چقدر اومدن اعتراض کردن علی حجاب اجباری، فیلماش موجوده. حجاب اجباری ملت تصویب نکرد، حجاب اجباری یک عده تصویب کردن که به مردم اجبار کنن. این نمیشه حجاب قانونی، این میشه حجاب اجباری. حجاب زمانی قانونه که دست و پای کسی رو نگیره، حجاب زمانی قانونه که توی رشته ورزشیش خود شما میخوای بری پیشرفت کنی نگن همه جا تو بپوشون دستت بسته باشه. حجاب یه زن زمانی میتونه توی اجتماع سیاست حضور داشته باشه که بتونه با تمام تواناییاش حضور داشته باشه، نه که محدودش کنن، نه یه عده مرد بخوام بالا سرش دستور بدن. حالا دانشجوی دیگه‌ای حرفایی زده که مو بر بدنتون سیخ میشه، بشنوید. امروز من نتونستم صبح این حرفا رو بنویسم چون از خونه اجازه نمیدادن، چون میدونستم بعد این تریبون شاید زندگی آسونی نداشته باشم. من شب تا صبح نوشتم. چرا اینجوری هستش؟ همین هایی که الان میگن اینجوری نیست به من میگفتن اگه زیاد حرف بزنین میکروفون رو قطع میکنم. از هر قشی به خاطر اینکه مرگ با عزت رو به زندگی با عزت ترجیح دادن باشیم. ما باید صدای همه مردم باشیم، صدای کردهایی که به خاطر لقمه نونی با تیر کشته میشن. دانشجوی امروز به دنبال فتح دنیا با رهبری نیست، بلکه میخواهد صدای رنج جامعه باشد. دانشجوی امروز چه نیازی داره به موشک های قاره پیمایا؟ چه نیازی داره از اینجا یک کشور دیگر رو، یک قوم دیگر رو توش بمباران کنه؟ ما به چه حقی؟ از شجاعت این دانشجوها کیف کردین؟
حالا بیاید از شجاعت زنان ایرانی هم کیف کنیم. بابا آجی چرا باید بریم تو ون بشینی؟ خواهی من نمیخوام بیام تو ون بشینم. بابا نمیخوام. بابا نمیخوام بیام. بیام. دوست داری دستم رو بگیر. ببر بزن. سلمور بخر. آینی برو. انا حتی مامور گشت ارشاد واداد سوارش نکرد. از این به بعد شما هم وقتی ماشین گشت ارشاد میخواد سوارتون کنه، خواهر من دوربینت را سوار نشو، داد هم بزن، بقیه هم میان کمکت. مخصوصا آقایون، این فیلمی که الان پخش میشه رو نگاه کنید. همین خانم، باور کنید اگه تو لبنان و فلسطین و غزه که ما این همه تو ایران براش سینه میزنیم و شعار میدیم، همین خانم با حجاب بره به یه زن بی حجاب بگه روسایی تو سرت کن چون من نمیتونم نگات کنم، چون من اذیت میشم تو حجاب نداری، این خانم چادری میندازن تو زندان که اذیت نشه. ولی تو مکان اون کار نکن. پیش من نشستی من خوشم نمیاد. پیش تو نشستم تو خوشت نمیاد، به من چه ربطی داره؟ اگه از نظر شرعی حساب کنی این یک نوع زناه. متوجه این؟ خیلی این برادر من نباید بگم. این یه نوع زناه. هر جور که دلت میخواد فکر کن. برای من مهم نیست. هستش همین هست. دلم میخواد این مدلی بیرون بیام. دلت میخواد، دلت خیلی چیزا میخواد. از اینور هم همینه. مکان عمومی این چیزا شده رفتی نداره. جلو تو نگاه کن. اصلا هم سخت نیست. خانم نازنینی که حجاب سرت میکنی، ما به حجابت احترام میذاریم. شما هم به لباس ما کاری نداشته باش. جان مارچشی که ته عیسی به دین خود، موسی به دین خود، فضولی پر. We do not jail people for their opinion.